شکر و جلال به نام عیسی مسیح، شکر و جلال به نام قدوس خداوندمون. هر کسی که احساس میکنه ضعیفه، هر کسی که احساس میکنه ضعیفه، میتونه امروز با تمام دلش اگر باور داره اعلام کنه قوی هستم، ضعیف اعلام کنه قوی هستم. چون تا ضعیف نباشی قدرت خدا رو دریافت نمی کنی، تا در ضعف قرار نگیری احتیاجی به قدرت خدا نداریم. در دورانی هستیم که ضعیف میخواد بگه قوی میخوام باشم، ای پدر میخوام قوی باشم، ضعیفم ولی میخوام قوی باشم، تو مشکلاتم ولی عبورم میدی ای پدر، در دردم ولی قرار تو رو جلال بدم. امروز میخوام اعلام کنم ای خداوند، در ضعفای من تو قوت خودت و جلال خودت رو آشکار کن. امروز اعلام کن، امروز اعلام کن. بعضی موقع در نقطه های قرار میگیریم که باورش در جسم برامون خیلی سخته، دردهایی رو مجبوریم تجربه بکنیم که واقعا اگر میتونستیم به هر قیمتی میخواستیم ازش عبور کنیم و مورد تجربه این دردها قرار نگیریم، ولی توش قرار میگیریم و اونجاست که احتیاج به قوت خداوند، احتیاج به تسلی خود خداوند داریم. آیا امروز به تسلی خداوند احتیاج داری؟ آیا امروز نیاز داری خدا تو رو تسلی بده؟ آیا امروز به نقطه رسیدی که احتیاج به آرامش خود خدا داشته باشی؟ احتیاج به لمس مخصوص مسیح داشته باشی؟ احتیاج داشته باشی تو رو از دردت بلندت بکنه و عبورت بده؟ پس امروز با هم دیگه میخوایم دعا بکنیم در این دنیایی که درش هممون واقع هستیم، در این زمانهایی که بسیار زمانهای سخت و دشواریه، هممون میخوایم برای بغل دستی پشت سری یا جلویمون، برای خودمون نه، برای دیگری میخواییم دعای برکت و تسلی بکنیم. در همین لحظه شروع میکنیم، نه برای خودت، برای بغل دستید، برای پشت سرید، برای کسی که نیاز داره، برای یکی دیگه دعا کن، بذار کسی دیگه برای تو دعا کنه. آیا هستی اون کسی که برای دیگران دعا کنی، تسلی رو به طلبی؟ آیا هستی اونی که برای عزیزت، برای برادرت، خواهرت، دوستت حاضر باشی با تمام جانت دعا کنی؟ پس در این لحظه دعا رو شروع میکنیم. هر کدومتون در دعا باشین برای یکی دیگه، از همین عزیزانی که هستیم، از اون عزیزانی که نیستن، در دعا هستیم براشون. به نام عیسی مسیح ای پدر، آرامش رو بر یکایکشون میطلبیم، تسلی تو رو بر تک تک فرزندانت میطلبیم ای خداوند، در هر شرایط و در هر نقطه‌ای که قرار دارن، در هر درد و سختی که شاید هیچ کدوم از ماها نمیتونیم درکش بکنیم، لمسش بکنیم. کسایی که در دردهای مریضی قرار دارن، در تبهای مریضی خودشون، در فشارهای مریضی خودشون، در تنهایی خودشون، در رنجهای جسمانی خودشون، روح و جانشون در عذاب و سختیه، امروز ما میخواییم دعا بکنیم برای اونا. امروز من دعا نمیکنم برای خودم، امروز تو دعا نمیکنی برای خودت، امروز برای دیگران دعا میکنیم تا بدیم وسیله دعاهای ما مانند زنجیرهی به هم پیوسته و قفل شده تمام جهان به نام تو در شفا و شالوم و تسلی و آرامش تو بتونیم قرار بگیریم و بشیم زنجیری که صلیب تو در درون ما، در وجود ما، در بطن ما به حرکت در میاد و جانهای فرزندانت رو آرامش میده. ای پدر به نام عیسی مسیح، در این لحظات سخت، در این زمانهای بسیار طاقت فرسا، به نام پرجلال تو دعا میکنیم. آرامی تو بیاد ای خداوند، آرامی تو بیاد ای خداوند، تسلی تو بیاد، آرامی تو بیاد، تسلی تو بیاد، آرامی تو بیاد. به نام عیسی مسیح دعا میکنیم و به نام عیسی مسیح اعلام میکنیم آرامش و تسلی خداوند رو جاری بشه و نبوت میکنیم که جاری خواهد شد، به نام پرجلال عیسی مسیح و به نام پرجلال عیسی مسیح و به نام پرجلال عیسی مسیح اعلام میکنیم. شکر خداوندم.
شکر خدا من شکر عیسی مسیح هممون با هم دیگه میخوایم این پرستش رو با هم بخونیم، با هم شکرگزاری کنیم و با هم دعا کنیم. هممون با هم دیگه، هممون با هم دیگه، در نام عیسی مسیح، در نام عیسی مسیح. شد برای همه تون، خدا برکتتون بده. شکر و جلال به نام عیسای شکر و جلال به نام عیسای شکر و جلال به نام قدوس عیسای مسیح شکر و جلال به نام قدوس عیسای مسیح
شکر میکنیم خداوند رو برای اینکه خدا با ماست. شکر میکنیم و جلال میدیم نام قدوس او رو برای اینکه تنهامون نمیگذاره. شکر میکنیم و جلال میدیم خدایی رو که همیشه با ما بوده هست و تا ابدالآباد خواهد بود. جلال میدیم نام اون قدوس رو، جلال میدیم نام خداوند رو. شکر. قبل از اینکه بریم سراغ کلام که آیه فوکوس ما همون آیه‌ایه که آیه قوت روز امروزمون بود برای کسایی که همه نگاهش کردن یا یادشون میاد، از کتاب تثنیه باب 31 خداوند میگه خداوند پیشا پیش تو حرکت میکند و همواره با تو میباشد، او تو را تنها نمیگذارد و ترک نمیکند. پس نترس و هراسان نباش. نترس و هراسان نباش. قبل از اینکه بریم سراغ کلام امروز، اول میخوایم شروع بکنیم از اتفاقایی که افتاده یه ذره بازنگری کنیم بهش. از پنجشنبه بود اگر اشتباه نکنم، دنیا دچار یه تحول خیلی غیر قابل پیشبینی شاید از دید جسمانی انسانها شد. روسیه وارد اوکراین شد و شروع کرد به گرفتن کشور اوکراین. یه جنگ واقعی شروع شد در قرنی که هیچ کس باورش نمیشد همچین چیزی بخواد شروع بشه. خیلی چیزها رو تو این مدت ما دیدیم. یکی از چیزهایی که من خیلی بهش توجه کردم و واقعا برای من زیبا بود، برای خیلی، برای جهان، نخست وزیر اوکراینه که چجوری لباس رزم پوشیده و وایساده برای اینکه کشورش رو از دست نده، با قوت وایساده و میگه من برای پیروزی کشورم، من برای پیروزی ملتم میخوام وایسم و بجنگم، میخوام بایستم و بجنگم. جایی که حتی رئیس جمهور آمریکا بهش پیشنهاد کرد، گفتش که اگر میخوایم ما تو رو آزادت بکنیم، انتقالت بدیم به آمریکا تا جانت در امان بمانه، او گفت جان من جاییه که مردمم هستن، جان من برای حفاظت مردممه. خیلی جالب بود چون این شخص که نخست وزیر اوکراینه، ایشون یه هنرپیشه بوده و استندآپ کمدین بوده، کسی بوده که مردم رو میخندوده روی سن، و وقتی که میره برای اینکه تقاضا بکنه نخست وزیر بشه یا رئیس جمهور بشه همه میخندیدن و او شد. و کسی که هیچکی باورش نمیشد و سیاست هیچی سر در نمی آورد، کسی شده که برای ملتش وایساده، کسی شده که برای ملتش می جنگه، کسی شده که ملتش رو تنها نگذاشته، کسی که ملتش رو تنها نگذاشته. بعضی موقع جایی که واقعا فکر نمی کنی، باورت نمیشه کی برات می ایسته، یکیه که توقعش رو نداشتی، یکی که فکر نمی کردی بتونه بهت کمک کنه یا بخواد بهت کمک بکنه یا بتونه بهت کمک کنه، و اون شخص کمکت میکنه. و اون کسی که میتونه به ما واقعا کمک بکنه در این دوران سخت، در این روزهای بسیار دشوار، کسی نیست به جز عیسی مسیح، کسی نیست جز عیسی مسیح. فوکوس کلاممون اینجاست که خدا با ماست، پس از چه بترسم؟ و خدا میگه پیشا پیش تو حرکت میکنم، نگران نباش. ولی موضوع کلام این هفته یوسف، از باب 37 کتاب پیدایش شروع میشه تا باب 41. ما فوکوسمون روی قسمتیه که یوسف در زندان بود. اگر یادتون باشه یوسف کسی بود که خدا روش دست گذاشت، یوسف کسی بود که خدا خواست و گفت
تو برکت قرار پیدا کنی، تو قرار بلند بشی و من از تو استفاده های بسیار قرار بکنم. یوسف اون شخصه. از لحظه ای که خدا به یوسف گفت تو برکت یافته هستی، از همون لحظه یوسف در چالش های متفاوت قرار گرفت. از همون لحظه زندگی یوسف متحول شد، یه زندگی پر از چالش، در شادی، در سختی، در زندان، در آزادی، چالش های بسیار متفاوتی براش ایجاد شد. آیا تا حالا در زندگی ایمانی خودت به نقطه رسیدی که احساس کنی چقدر چالش ها زیاده؟ چقدر چالش ها زیاده؟ یه روز اون بالا، یه روز این پایین، یه روز در عرش با قوت جلال خدا رو میای با شهادت های خودت و با اشکای خودت میدی و برکت میگیری، یه روز در این پایین هستیم و در غم و غصه های خودمون به هر شکل داریم کشتی میگیریم با مشکلات زندگی، یه روز اینجا، یه روز اینجا. از لحظه ای که خدا ما رو انتخاب میکنه، سفر روحانی ما خیلی سفر جالبیه، خیلی مثل ضربان قلبه، بالا میره و پایین میاد، هیچ وقت صاف نیست، چون اگه صاف بشه یعنی شخص مرده. قرار بالا و پایین داشته باشه، چون اونه که حیات به ما میده، اونه که ما رو به حرکت در میاره. در دورانی هستیم که خیلی دوران سختیه. تثنیه باب 30 به ما اینجوری میگه، قبل از اینکه بگه من پیشا پیش تو را میرم، امروز بین برکت و لعنت به تو انتخاب میدم، کدوم رو میخوای انتخاب کنی؟ امروز کدوم رو میخوای انتخاب کنی؟ امروز وقتی ما تو سختی ها هستیم، تو مشکلات هستیم، کجا رو انتخاب میکنیم؟ چی رو انتخاب میکنیم؟ برکت رو یا لعنت رو؟ برکت آرامی خداونده، تسلی خداونده، لعنت نبخشیدن ها، رها نکردن ها. غلاطیان 5 از آیه 16، تمام خصوصیات جسم، تمام آزارهایی که ما میبینیم. پس اونجاست که خدا میگه این انتخابو من به تو دادم و مطمئن باش وقتی برکت منو انتخاب میکنی، من پیشا پیش تو با تو راه خواهم رفت و من جاده رو برای تو باز میکنم. فقط کاری که تو لازمه انجام بدی، فقط کاری که تو لازمه بکنی یک چیزه، به من باور داشته باشی، محکم بایستی و اجازه بدی هر جایی من میرم پشت سرم بیای، اجازه بدی من جاده تو رو باز بکنم. یوسف خیلی زندگیش در چالش بود، بالا و پایین، ایمان داشت، مطمئن بود خدا او رو برای کار بزرگ و بسیار عظیمی داره مهیا و فراهم میکنه، داره آمادش میکنه. تا اینکه یوسف رو میگیرن و میبرنش، میفروشنش به مصری ها و براش اتفاقای بسیاری میفته و اونجا یکی از ارباب های مصریش او رو به زندان پادشاه میندازه. حالا یوسف از چاه در اومده، از مشکل اصلیش در اومده، از درد اصلی خودش آزاد شده و بیرون اومده. یوسف دیگه اون برده نیست، یوسف دیگه در اون چاه نیست، ولی توی خدمتش حالا به دلیلی که هیچ ربطی هم به خودش نداره، با تهمتی که بهش خورده شده، او رو میگیرن به زندان میندازن. دوباره یه چالش براش قرار میگیره، دوباره توی یه چالش قرار میگیره، دوباره توی یه مشکل قرار میگیره، دوباره توی یه فشار قرار میگیره که خداوند چی کار باید بکنم. ولی خدا به او وعده داده بود، من پیش پای تو حرکت میکنم، نترس، به دنبال من بیا. چند بار توی زندگی تا حالا در نقطه قرار گرفتیم که احساس میکنیم همه چیز استوپه؟ مثل یوسف چند بار تا حالا ناامید کامل شدیم از اوضاع زندگیمون، از مشکلاتمون، از دردهامون، از مریضیمون، خونه، اقامت، همسر، بچه و و و و. چند بار رسیدی به نقطه‌ای که بگی من دیگه اینجا با دیگه تمومه، دیگه نمیکشم،
دیگه تهشه، دیگه هیچ راهی نداره من حالم خوب شه، من باید یه فکر جدید بکنم. چند بار، بارها و بارها ما ایماندارا به این نقطه میرسیم، بارها و بارها. یوسف هم رسید. فرق یوسف این بود، یوسف به ما داره یاد میده، خدا از طریق یوسف به ما یاد میده. باور داری عیسی مسیح جلوی ما در حال حرکته؟ این باور رو داریم؟ فقط این باور در درون خودته، چون زندگی مجموعه ای از انتخاب هاست. کل زندگی یک مجموعه ای از انتخاب های ما انسان هاست. انتخاب میکنی در نفرت زندگی کنی یا انتخاب میکنی در بخشش زندگی کنی، انتخاب میکنی در آرامش زندگی کنی یا انتخاب میکنی در جنگ زندگی کنی، انتخاب میکنی بلند کنی یا انتخاب میکنی زمین بزنی، انتخاب میکنیم با هم یک بشیم یا انتخاب میکنیم هر کدوم جاده خودمون رو بریم. هر چیزی یه زمانی داره، در مورد زمان بارها صحبت کردیم تو این مدت، هر چیزی یه زمانی داره. ولی زمان الان چیه؟ اوکراین رو داریم نگاه میکنیم، مردم چی کار دارن میکنن تو اوکراین؟ همه دارن متحد میشن، میایستن و جلوی ابرقدرت جهان تونستن بایستن و پایتختشون رو از دست دادن. تو الان، تو همین الان هم وایستادن، همه با هم متحد، از سر مملکت گرفته تا مردم کوچیک، پیر، جوون، همه با هم وایستادن برای اینکه میگن نمیخوایم از دست بدیمش. تمام جهان هم دارن اونا رو چیکار میکنن؟ حمایت میکنن؟ حرفی کامل تنهان، حرفی همه دارن حمایت میکنن، خودشون تنهان. ما قوم فارسی زبان آیندمون چیه؟ ما قوم فارسی زبان قراره به کجا بریم؟ آیا ما میخوایم بشیم اونایی که مانند یوسف در اتحاد، در بخشش، در قوت رشد میکنن و قوی میشن؟ چون آینده یوسف رو الان میخوایم بهش برسیم. آیا میخوایم جزء اونا باشیم یا میخوایم جزء اون دسته باشیم، جزء اونایی باشیم که اوکراین رو دارن ترک میکنن به هر دلیلی؟ نمیشه بهشون خورده گرفت، میترسن، اون قدرت جنگیدن رو ندارن، دارن ترک میکنن. جزء کدوم دسته میخوایم باشیم؟ فرقی نمیکنه اوکراین چه اتفاقی براش بیفته، کیف رو بگیرن یا نگیرن، شهر بزرگ رو بگیرن یا نگیرن، نام این مرد و تمام اون مبارزایی که وایستادن به نظر شما در تاریخ چی میشه؟ ثبت میشه به عنوان کسایی که تا آخرین لحظه برای قومشون، برای ملتشون در اتحاد ایستادن و وا ندادند. چه کشور رو روسیه بگیره چه نگیره، اونا کارشون رو صحیح انجام دادن. و همیشه اینطوریه، تاریخ به ما ثابت کرده اونایی که متحد میمونن با هم دیگه، حتی اگه موقت ببازن در طولانی مدت چه اتفاقی میفته؟ همیشه برندن. اینجا یه انتخاب وجود داره، ما انتخاب بکنیم، ما نگاه بکنیم به اتفاقی که در اوکراین و روسیه داره میفته. در اصل من میخوام امروز اینجوری بگم، انتخاب بین بد و بدتره برای مردم. چرا؟ ناتو رو انتخاب کنن یا روسیه رو؟ ناتو چی میده؟ ناتو چی میده؟ همیشه پشت رو خالی میکنه. ناتو چی کار کرد برای افغانستان؟ ناتو چی کار کرد برای کشور ما سال 1157؟ ناتو چی کار کرد برای کشورهایی که، برای سوریه چی کار کرد؟ برای عراق چی کار کرد؟ ناتو چی کار داره میکنه برای این همه ملت ها؟ چرا الان دارن سنگ اوکراین رو به سینه میزنن؟ فقط یه دلیل داره، بزرگترین مخازن اورانیوم کره زمین تو اوکراینه. فقط یک دلیل داره. پس اونجاست مردم دارن بین بد و بدتر انتخاب میکنن، ناتو بهتره، آرامش دموکراسی اروپا بهتره یا روسیه. خب به جای بدتر بدو دارن انتخاب میکنن، ولی همچنان انتخاب سومی وجود نداره، فقط دو تا انتخابه،
بین بد و بدتر انتخاب خوبه. ما اونجاییم که میخوایم مثل یوسف یاد بگیریم از لحظه ای که و در لحظه ای که یوسف در زندان بود. ما در این لحظه میخوایم به این قضیه به این شکل نگاه کنیم، یاد بگیریم. یوسف در جایی بود که انتخاب بکنه اسماعیلیان که او رو از چاه درآوردن برده و عبید اونا بمونه یا برده مصر باقی بمونه. بین بد و بدتر انتخاب کنه کدومشون رو، بگه راه من اینه، جاده خدا اینه، من قرار این باشم. این دوتا انتخابو که بیشتر نداشت، یا اسماعیلیان که بعدش فروختنش به مصریان، یا اینکه توی مصر بردگیشو بپذیره و برده بمونه و برده باقی بمونه و در اسارت باقی بمونه. انتخاب بین بد و بدتر. خدا در تثنیه 30 به ما داره یاد میده، امروز میخوام حق انتخابو بهت بدم، بین بد و بدتر یا بین بد، چه بدتر چه افتضاح و خوب، کدومو انتخاب میکنه؟ خوب رو میخوای انتخاب بکنی؟ امروز خدا میخواد به ما اینو بگه، یاد بگیریم جاده سلامت و خوب رو انتخاب کنیم. هرچند این جاده جاده سختیه، هرچند این جاده جاده پرتلاطمیه و قرار خیلی پستی بلندی داشته باشه، در ایمان ما گفتیم، در ایمان وقتی ما زندگی میکنیم زندگی اینجوریه، اصلا اینطوری نیست. گهی این بالا، گهی این پایین، گهی پیروزیم، گهی شکست میخوریم. صبح بلند میشیم همه چی خیلی خوبه، شب میبینیم همه چی به هم ریخته، تسلی و آرامشمون از بین رفته، جنگ ها بسیاره. ولی انتخاب ما مثل یوسف که میگه من جایی که خدا داره میره و من رو میبره من باهاش میرم، و اونجاست که اگر ما یاد بگیریم این انتخاب صحیح رو در ایمانمون بگیریم، یاد بگیریم چجوری این انتخاب رو بکنیم و با هم یک قوم، یک ملت، یک خدا بشیم، تمام جهان رو میتونیم برکت بدیم، چون انقدر برکت میگیریم. ولی اول باید خودمون برکت رو بگیریم. انتخاب یوسف اینجا بود که هرچند در زندانم ولی خدا با منه، و خدا کاری کرد که زندانبانها قلبشون لمس شد، قلبشون تغییر کرد و زندانبانها اومدن و یوسف رو محبت میکردن، یوسف رو بلندش کردن، برکتش دادن، افتخار زیادی بهش دادن و به یوسف اجازه دادن که بشه سرزندانبان. در اصل خدا چی کار کرد؟ خدا اومد به یوسف یه برکت عظیم تشخیص زمانها و ساعتها رو داد. تشخیص زمانها و ساعتها رو داد. میخوام از خودت یه سوال بکنی، هیچ ربطی هم به خودت نداره، آیا تشخیص میدی نزدیک تو، پشت سرید یا کسی که بغلت نشسته یا جلوید، در چه زمانی در حال حاضر زندگی میکنه، در چه لحظه ای داره به سر میبره، حالش چطوره؟ تا حالا قضیه رو به این شکل نگاه کردین که بتونیم فوکوسمون رو ببریم به بغل دستیمون، به پشت سریمون، به جلویمون، به نزدیکامون، به عزیزامون، که اونا در چه وضعین، اونا حالشون الان چطوره؟ میخواین یه لحظه فوکوس کنی به جای خودت، یه لحظه فوکوس کنی به بغل دستید، همونایی که اینجا هستن، نه کسایی که خارج از کلیسان، در این لحظه یه لحظه به یه نفر دیگه غیر از خودت فوکوس کن، حالش چطوره؟ فرق نمیکنه به کی، به خل دستید، پشت سری، جلوی، حالش چطوره؟ مهم نیست میگه حالم خوبه، حالش چطوره؟ آخه ما یاد گرفتیم وقتی میگیم سلام بعد میگیم چطوری، حالت خوبه؟ حتی وای نمیستیم بهمون بگه آره خوبم، عادت شده. ولی در این لحظه میخوایم حال پشت سری چطوره؟ حال پشت سریت، من جلو هم، حال پشت سریت چطوره؟ میدونم، میدونم قربونه تو دخترم، ولی یه دلیل داره.
کسایی که زمانها و فصلها رو میشناسن. همه ما دلیلی داریم که حالمون بد باشه. آزی من هنوز خونه است، هنوز از خونه بیرون نیومده، دل من براش تنگه، جاش خالیه، بارش رویشونه منه، بار کار منظورم نیست، بار نگرانیت مریضیشو دارم میگم، من باید درد، هممون داریم، هممون داریم. یوسف رسید به نقطه ای که او رو میبرم پلوی پادشاه به خاطر قحطی هایی که اومده و قرار بیاد، ببخشید قرار بیاد، از او کمک میخوان و بدون اینکه یوسف خودشو پیشنهاد کنه، یوسف رو میکنن مسئول تمام امور خوراکی کل مصر. قدرتش با پادشاه یک میزون میشه. چرا؟ چون زمان رو تشخیص داد، به فکر خودش نبود. یوسف به فکر همه اونایی بود که قرار گرسنه بمونن. یوسف به فکر همه اونایی بود که قرار از گرسنگی احتمال این که بمیرن وجود داشته باشه. یوسف فهمید زمان این که به خودم فکر کنم خاتمه یافته. چرا؟ چون خدا منو انتخاب نکرده برای اینکه به من بگه من تو رو منتخبت کردم تا بلند شی، جلال پیدا کنی، بالا وایسی، همه به تو نگاه بکنن، برای تو دست بزنن، برای تو بسراین و تو بدرخشی. برعکس، خدا خادمین رو انتخاب میکنه برای اینکه مردم رو کمک کنن. خدا خادمین رو انتخاب میکنه برای اینکه همه رو بلند کنن، همدیگر رو بلند کنن، پشت سریش رو بلند کنه، بغل دستیش رو بلند کنه، یکدیگر رو محبت کنیم، یکدیگر رو، اول خودمونو. اگه خودمون رو نتونیم محبت کنیم، چجوری کسی دیگر محبت کنیم؟ خدا میگه، میگه اگر برادر یا خواهری که با تو در ایمان یکه میبینیش محبتش نکنی، منو که میگی خدا هم و دوست دارم، دروغ میگی. دروغ بزرگ بیش نیست. احترام ها، محبت ها، احترام ها، محبت ها. و اونجاست که خدا داره به ما یه چیز جدید یاد میده. اونجاست. تا کی میخوای یوسف به فکر خودت باشی و در عذاب باشی؟ من با تو هم، من جلوی تو میرم، تو اطاعت کردی داری میای، ولی یه ریز داری غر میزنی یوسف، همش نشستی سر دعا میگی خداوند تو چاهم، خداوند اسماعیلیا سرمو نبرن، خداوند داداشای خودم منو انداختن توی چاه، خداوند حالا چی میشه؟ بریم چشمند زدن، ای خداوند حالا اومدم توی مصر، این خانوم ارباب من به من تهمت زده، به من نظر بد داره، بر حسب شریعت من نمیتونم با کسی که همسر داره رابطه داشته باشم، ای خدا این چه جاده ای تو بر من درست کردی؟ همش بالا پایینه. یک ریز داشت غر میزد. در زندان یه اتفاقی افتاد برای یوسف. یوسف در خلوت قرار گرفت، در جایی که دید هم بسته است، هم کسی رو جز این که ازش سلام مشورت بگیره و ساکن بشه درش، جز خدا نداره. یه جا پیدا کرد در خدا ساکن شد. تا حالا در زندان بودی؟ نه زندان جسمانی، ولی در زندانهای افکار خودت، تا حالا توی فشارهای خودت، تو دعواهای خودت، با خودت، با اطرافیانت، تو اون زندانه بودی؟ اون زندان دقیقاً جاییه مثل یوسف که میتونی همه چی رو رها کنی، بنشینی. من وقتی این دفعه آخر که سکته کردم رفتم بیمارستان، اتفاقی که برام افتاد اینه، دکتر به من گفت تو باید مینیمم 6 ماه استراحت مطلق بکنی، بعد 25%، بعد 50%، بعد 70%. این حرف دکتره. من 3 ماه استراحت مطلق کردم، دیگه نکشیدم، اومدم بیرون زدم، آروم آروم دارم کار میکنم. ولی اتفاقی که توی اون 3 ماه اول افتاد رو میخوام براتون بگم، مانند یک زندان بود. دو حالت داشت: یک ریز بشینم نگران و به فکر همه و همه چیز باشم، تمام مشکلاتی که وجود داره در اطرافم، یا اینکه
به جای اینکه حرص بخورم و نگران باشم، چون هر اتفاقی که بخواد بیفته میفته، من ساکن بشم در خدا، ببینم خدا میخواد به من چجوری تسلی بده و من رو میخواد چجوری راهنمایی کنه. من فوکوسم گذاشتم رو دومی، بعد از دو سه روز انتخاب کردم ساکن بشم در مسیح خداوند، در آرامش او، هیچی نخوام بشنوم، هیچی نخوام ببینم و فقط راه او رو تشخیص بدم. اونجاست که وقتی راه خدا رو تشخیص میدی، زمانها رو نیز خدا برات آشکار میکنه، فصلها رو آشکار میکنه، اتفاقهایی رو که میخواد بیفته برات آشکار میکنه، چیزهایی رو که باور نداری قرار بفهمی، رازهایی رو که هیچ کس از او خبر نداره بر تو قرار باز بشه. و اونجا گفتم میخوام ببینم، میخوام تشخیص بدم، میخوام بفهمم، هر چقدرم درد داشته باشه، هر چقدرم سخت باشه، هر چقدرم غیر قابل تحمل باشه، چون اگر اون رازها رو بفهمم، اون زمان و فصل رو بفهمم، میتونم برای آینده یک کاری بکنم. چون یوسف فهمید قرار قحطی بیاد، یوسف فهمید قراره 7 سال قحطی بیاد برای جهان و هیچکی نتونه غذای بخوره. یوسف نیومد اینو قایم کنه، از خدا یاد گرفت توی دوران زندانیش، من میرم میگم قراره اینجور بشه، تا یه نفر قبل از اینکه اتفاق بیفته پادشاه پیدا کنه، مسئول بذاره، تا کسی گرسنه نمونه، کسی هدر نره، کسی نمیره. الان ما تو چه دورانی هستیم؟ با اتفاقی که تو اوکراین افتاد از نظر دنیوی میخوایم نگاه کنیم، اول تو نقطه‌ای هستیم که دنیا به هم ریخته، میتونه، میگن جنگ جهانی سوم شروع شه، میتونه. من باورم اینه، بر حسب چیزی که خدا به من نشون داد و یه تاییدم گرفتم، شیپور ششم نواخته شده و اتفاقها شروع شده. خیلی اتفاقای گنده میفته ماورای تصور ما. من باورم اینه، حزقیال 38 داره شروع میشه. روسیه یکیشه، چینم دوم میشه، حالا ببینیم. من باورم اینه خیلی اتفاقا میخواد بیفته، قحطی‌های گوناگون قراره اتفاق بیفته، ولی هنوز فرصت داریم غلات جمع کنیم، هنوز فرصت داریم قوی بشیم، هنوز فرصت داریم مسلح بشیم، هنوز فرصت داریم آماده بشیم برای اون دوران سخت، تا نه تنها آزار نبینیم و سختی نبینیم، بلکه دیگران رو نیز قضا بدیم و کمک کنیم تا کسی هلاک نشه. میتونیم نقش یوسف رو داشته باشیم. آیا در سختی‌های جسمانی خودمونم میتونیم همینجوری نگاه کنیم؟ بعضی موقع تو نقطه‌های قرار میگیریم در زندگی شخصی خودمون، احساس میکنیم همه چیز به هم ریخته، هیچی اون جوری که من میخوام پیش نمیره، هیچی اون جوری که من دلم میخواد نیست، این ورش رو درست میکنم اون ورش در میره، اون ورش رو درست میکنم این ورش در میره، هر جاشو درست میکنه یه جای دیگه در میره، هیچی اونی که من میخوام نیست، هیچ جوری نمیشه. پس یه راه داره، تشخیص بدیم چه فصلیه، تشخیص بدیم این دوره دوره‌ایه که من باید خودم رو الان آماده کنم، خودم رو ببندم، خودم رو مجهز کنم، غلات به اندازه کافی، برنج به اندازه کافی، غذا به اندازه کافی برای خودم جمع‌آوری بکنم، چون یه دوره سخت پیش روه. من باید خودم رو مجهز کنم به سلاح. بزرگترین سلاحی که ما میتونیم خودمون رو بهش مجهز کنیم، عیسی مسیح میگه چیه؟ سلاحی بزرگتر از محبت وجود داره؟ بین خودمون برمیگردیم به همون نقطه، به بغل دستید فکر بکن. هر جا که دنیا میخواد فکرای تو رو برداره مشغول بکنه به اینکه من چقدر مشکل دارم، من چقدر تو سختیم، به بغل دستید فکر کن.
امروز به دخترم گفتم، گفتم من به تو احتیاج دارم، به من فکر کن، به آزی فکر کن، به خاطر ما، به خاطر خودت نه، به خاطر ما، به خاطر همدیگه، هر یک به خاطر اون یکی. این کاریه که یوسف کرد و نتیجه‌ای که یوسف گرفت پیروزی مطلق بود. آیا ما میخواییم بین بد و بدتر انتخاب کنیم، بین ناتو یا بین شوروی؟ من میگم فرق نمیکنه، هر دو سر تا یک ارباسن. از چه نظر میگم؟ اروپا چیکار، کی کشور ما رو نابود کرد؟ ایران رو کی؟ کشورهای ناتو. کی افغانستان رو به این روز انداخت و بعدم ولشون کردن به امانه؟ نمیدونم کی، چون ایمان که ندارن. پس میشه، من برای همین دارم میگم بین بد و بدتر، هیچ کدومش خوب نیستن. ما میخوایم بین بد و بدتر انتخاب نکنیم. تثنیه 30 به ما داره یاد میده، میگه بین برکت و لعنت، جفتشون لعنته. ما میخوایم برکت رو انتخاب کنیم و برکت اونجاییه که خدا میگه برکت بدی برکتت میدم. میخوای بغل دست تو برکت بدی با دعا؟ فقط با دعا برکتش بده. فقط بغل دستی تو با برکت، پشت سری تو با برکت، جلوی تو با برکت، با برکت همدیگر رو دعا کنیم و برکت بدیم، همدیگر برکت بدیم. برکتتون میدم در نام عیسی مسیح. برکت خداوند بر یک یکتون باشه در نام قدوس عیسی مسیح. برکت خداوند بر شما باشد و بماند. و خداوند میگه برکت بدید، برکت رو انتخاب کنید، برکت رو انتخاب کن، لعنت رو انتخاب نکن، برکت رو انتخاب کن، برکت دادن رو. بعضی موقع اینقدر تنفر توی ما زیاد میشه، فوکوس میکنیم روی یه نفر که به هر دلیلی ما رو آزار داده و تنفری که اون از ما داره و ناخودآگاه تنفری که ما درونمون ایجاد شده از اون شخص، که اصلا یادمون میره چرا این جنگ رو وارد شدیم بین بد و بدتر رو. چون انتخاب بین بد و بدتر بود، اصلا خوب رو ندیدیم دیگه، یادمون رفته اون انتخاب خوبه رو. اون کسی که داره تو رو آزار میده آدم ضعیفیه، دعای برکت براش بکن، دعای برکت براش بکن، دعای برکت بکنیم، دعای برکت بکنیم و خدا برکت میده. یوسف یاد گرفت چجوری ببخشه و دعای برکت بکنه. برادراش که او رو به چاه انداخته بودن یه دفعه میبینه اومدن قضا بگیرن، در نقطه خدا قرارش میده که یوسف میشه تقریبا اولین مرد قوی و قدرتمند کره زمین که همه چی دستش بوده، حتی پادشاه هم اندازه اون نمیتونسته کار بکنه. ناگهان خدا داداشاشو میاره جلوش، کسایی که او رو به چاه انداختن، به نابودی، و یوسف مجبور میشه انتخاب کنه بین برکت و لعنت. اینا رو دستور بده بکشن، آن واحد میکشتنشون، قدرت داشت. ولی یوسف رو خدا در جای قرار میده تو یاد بگیره همشون رو ببخشه، ولی بهشون یه حکمت میده. به یوسف چجوری یاد گرفت که فصل رو بشناسه، باباه و داداش کوچولوها رو که دوستاش بنیامین رو، اونا رو اول بیاره. پس ما نگاه میکنیم خدا یوسف رو در نقطه قرار داد، توی جاده‌ای که یوسف داره زندگی میکنه، در دورانی که قرار یوسف بهش برسه و دنیا بهش برسه، دنیای درب و داغون، جنگ، قحطی، گرسنگی، چون همیشه قحطی جنگ هم با خودش میاره، همیشه دزدی هم با خودش میاره، خیلی چیزا با خودش میاره. و در اون زمان خدا از یوسف استفاده کرد تا یاد بگیریم ما امروز در زندگی خودمون که چطوری قرار فصل آینده خودمون رو ببینیم. باور داری انتخاب شدی برای اینکه بتونی مانند عیسی مسیح ناجی ها بشین، چه مرد چه زن، سربازانی که برین و نجات بدین و غذا بدین گرسنه ها رو،
باور داری اینو در خودت خدا انتخابت کرده برای برکت؟ این باور رو داری خدا برای برکت انتخابت کرده؟ این یه باوره، این یه انتخابه، دست خودته. باور داری یا باور نداری؟ میخوای باور کنی خدا تو رو انتخاب کرده برای این کار؟ اونجاست که وقتی این انتخاب رو تشخیص بدی که خدا برای چی انتخابت کرده، قوت اونجا شروع میکنه به ریختن. راز اونجاست که شروع میکنه به نمایان شدن، به باز شدن. راز کلام خداوند. خدا میخواد یه کار جدید بکنه، خدا میخواد یه کار تازه بکنه، کاری که از قبل گفته چی قراره باشه. خدا میگه میخوام تو رو برکت بدم. بلدی چجوری برکت بگیری؟ به خاطر من؟ برای همسرت؟ برای همدیگه؟ بلدی چجوری برکت بگیری؟ برکت بده. برای برکت گرفتن باید برکت بدی. حاضری برکت بدی؟ قبل از اینکه بخوایم بریم دنیا رو برکت بدیم، همه اونای دیگر رو تعمید بدیم، ایمان بیارن به عیسی مسیح، اول همدیگر رو باید برکت بدیم. خدا میگه اول خدا، خانواده خودش باید درست بشه. حاضریم؟ کدوم انتخاب رو میکنیم؟ برکت یا لعنت؟ بلند، برکت یا لعنت؟ برکت. حاضری برکت هم بدی؟ آمین. حاضریم برکت بدیم واقعا؟ حاضری برکت رو اونجوری که خدا میگه بدی؟ آمین. به اون کسی که خدا میگه بدی؟ آمین. خدا کسایی رو میاره مثل یوسف جلوت که برکتشون بدی که شاید سالهاست میخوای سر به تنشون نباشه. آماده هستین؟ الکی آمین نگین. آماده هستین؟ آماده هستیم واسه اینکه در نام قدوس عیسی مسیح برسیم به اون نقطه مثل یوسف؟ چون اون انبارهای عظیم قدرت اجرایش موقعی دست یوسف افتاد که یوسف راحت بشه. اون نقطه بود که یوسف در اوج قدرت بود، خدا فروتنی رو به یوسف یاد داد. خدا فروتنی رو بزنید راحت بشه. خدا فروتنی رو به یوسف یاد داد. جایی که در اوج قدرت هستی، جایی که در اوج برکت هستی، جایی که در فخر خودت هستی، اونجا میخواد موعظه کنه، من میدونم. اونجا که در اوج قدرت خودت هستی، اونجا فروتن میشی یا نمیشی؟ یا خودت رو به انزوا میبری و به هر دلیلی تنفر رو توجیه میکنی تا درونش زندگی کنی. بعضی موقع ما میریم برای متنفر بودن، برای قهر بودن، برای ناراحت بودن، توجیهات مختلفی پیدا میکنیم تا خودمون رو بتونیم در اون انتخاب بین بد و بد بهتر، بین بد و بدتر، بین اون دوتا، بده بد و بدتر رو انتخاب کنیم. کسی میتونه برکت بده که برکت رو انتخاب کنه، نه بین بد و بدتر. یوسف برکت رو انتخاب کرد. امروز زمانه، زمانه ای که ما داریم میبینیم واقعا هیچ چیزی قابل پیشبینی نیست. چین ممکنه بره تایوان رو بگیره چند وقت دیگه. ما نمیخوایم بحث سیاسی بکنیم، من کاری به سیاست ندارم، اخبارا رو دارم فقط. گزه چین ممکنه بره تایوان رو بگیره. چین و روسیه با هم همدست شدن، به اضافه مصر، به اضافه ایران و به اضافه لیبی. میدونسته اینا 5 تا با هم توافقهای بانکی و مالی کردن برای اینکه هیچ کس نتونه تمام این چیزای اعتباری که براشون چی بهش میگن، سانکشنایی رو که دارن میذارن، بتونن ازش عبور بکنن. چین از اون ور ممکنه هر لحظه بیاد و بخواد بره تایوان رو بگیره. تا
تقسیم و اراضی بکنن، ترکیه بره شمال سوریه رو بگیره، نمیدونم هر کی دلش میخواد بره هر جا رو بگیره. این احتمال وجود داره، الان بیفته یا دیرتر میفته، دیر و زود داره ولی میفته. در زمانهای خیلی عجیب غریبی به سر میبریم. بین بد و بدتر انتخاب نکنیم، بین بد و خوب انتخاب کنیم، برکت رو انتخاب کنیم، همدیگر رو برکت بدیم، خودمون رو برکت بدیم، قوی بکنیم، شروع کنیم به جمع کردن غذا. متی 25 به ما یاد میده، میگه 10 تا عروس بودن، 5 تا عروس فهمیدن فصل کیه، زمان کیه، رفتن به موقع روغن خریدن، روغندانهاشون رو پر پر کردن. 5 تا از عروسا درفتن بخرن و وقتی اون اتفاق که نباید بیفته افتاد، اونا روغن نداشتن برای بازگشت عیسی مسیح. آیا زمانها رو تشخیص میدی یا هنوز نرسیدی که بفهمی تو چه فصلی هستیم؟ فصل دنیا چیه؟ بهاره، تابستونه، پاییزه یا زمستونه؟ فصل کدومه؟ دنیا رو میبینی فصلش چیه؟ بهاره؟ تابستونه؟ فصل سیاسی جهان زمستونه؟ ما در فصل زمستون به سر میبریم. پس چی احتیاج داریم؟ زمستون سختی داره شروع میشه، زمستون هنوز تموم نشد، داره شروع میشه. ما احتیاج به روغن داریم. روغن رو با برکت دادن، با دعا کردن، در اتحاد عشق بودن، در قوت بودن، اونجاست که روغندانهای ما پر میشه. هیچ راه دیگه ای نداره، هیچ راه دیگه ای وجود نداره. نمیتونیم بریم بازار بخریم، نمیتونیم بریم از یکی بخریم، هیچ راهی نداره. فقط باید با این کار که هست دور هم هستیم بتونیم روغندان هامونو پر کنیم. خداوند میگه آیا کسی هست که باور داشته باشه جاده یوسف جاده خودته؟ جاده یوسف، برکات یوسف برکات توه؟ باور داری؟ میخوای باور کنی برکت یوسف بر تو واقع شده تا بتونی سلطنت کنی؟ باور داری قراره بر مشکلات چیره بشی؟ با تسلی خداوند، با تسلی خداوند. فصل، فصل عجیبیه. کرونا میاد، خیلی ها از بین میرن، مریضی های مختلف هست، خیلی ها رو از دست میدیم، هممون متاثر، هممون ناراحت، هممون غمگین، ولی یادمون نره خیلی های دیگر رو داریم به خاطر اونا و به خاطر خودمون. تسلی خدا رو به طلبیم، قوی باشیم تا بتونیم زمستون رو عبور بکنیم. همدیگر رو محبت کنید، برای همدیگه دعا کنید و همدیگر رو برکت بدین. به نام عیسی مسیح، به نام عیسی مسیح، در نام قدوس عیسی مسیح، با تمام دلت یه نفر دیگر رو برکت بده الان در این لحظه. با تمام دلت یه نفر دیگر رو برکت بده. با تمام دلت یه نفر دیگر رو برکت بده. با تمام وجودت یه نفر دیگر رو برکت بده. با تمام فکرت یه نفر دیگر رو امروز برکت بده. با تمام جانت برکت رو بطلب بر یکی دیگه امروز. با تمام جانت برکت رو بطلب برای کسی که توقع نداره از تو برکت بگیره. با تمام وجودت برکت رو اعلام کن بر اون گرسنه‌ای که احتیاج به برکت داره. چون خدا میگه هر جا برکت بدی 2, 3, یا 10 برابر به تو برمیگرده. برکت بده، با تمام وجودت برکت بده، با دل و جانت برکت بده، با تمام وجودت ببخش، با جان و دلت اون کسی رو که میبخشی برکت بده. راز پیروزی یوسفه، راز پیروزی یوسفه. برکت داد برادراش رو، برکت داد کسایی رو که میخواستن حتی او رو بکشن. آیا راز پیروزی جاده آسونیه؟ خداوند توی کتاب خروج باب 13 میگه جاده ایمان یه جاده پرپیچ و خمه. مخصوصا خداوند از یه جاده پرپیچ و خم بین صخره‌ها ما رو عبور میده تا در نقطه‌های مختلف قرار بگیریم، تا یاد بگیریم
وقتی کلید برکت رو میده دستت، جیبات رو پر نکنی، برکت بدی، برکت بدی، برکت بدی، برکت بدی. هرچی بیشتر برکت بدی، برکت بیشتر به جان و زندگی خودت بازگشت میکنه. میایستی، نتیجه ایستادن برکته. برکت دادی، چند برابر برکت گرفتی. برکت بده، برکت بده، برکت بده. در نام عیسی مسیح در این لحظه هممون با هم دیگه میخوایم در روح دعا برای تمام کسایی که در این دنیای لخت، در این دنیای سرد، در این دنیای عجیب و غریب، در درد و سختی ها هستن، برکت خدا و تسلی خدا رو دریافت کنن. به نام پر جلال عیسی مسیح برکت خدا رو دعا میکنیم، تسلی خدا رو دعا میکنیم، قوت خدا رو بر تک تک ضعیفان و بر تک تک تشنگان و بر تک تک گرسنگان میطلبیم. به نام پر جلال عیسی مسیح، ای تویی که در درد هستی، ای تویی که در سختی هستی، تسلی خداوند بر تو باشه، تسلی خداوند بر تو باشه، تسلی خداوند بر جان تو جاری باشه. به نام عیسی مسیح آرامی خداوند جان تو رو از درون متحول کنه و در آرامش خودش و عشق خودش قرار بده. تسلی خداوند بر تمام گرسنگان و تشنگان نیکی خداوند، تسلی خداوند بر تمام فقیران روح باشه. به نام عیسی مسیح دعا میکنیم و در نام پر جلال عیسی مسیح در حین اینکه میخوایم برکت بدیم، آماده هستیم برای اینکه خدا درب مخازن غذای غنی خودش رو به روی هممون باز کنه تا آماده باشیم، مسلح بشیم به لباس عشق خداوند و به تمام اون سلاحایی که به ما یاد داده در افسوسیان 6، تا بتونیم از دوران و فصلی که جلوی ماست در زمستان با قوت عبور کنیم و گرسنه ها رو نیز غذا بدیم، با قوت عبور کنیم، تشنگان رو نیز آب حیات بدیم. از به نام عیسی مسیح با قوت عبور کنیم و اونایی که در حال غرق شدنن رو بتونیم بکشیم بیرون. به نام عیسی مسیح سرباز خداوند، معشوق خداوند، کشاورز خداوند، آماده باش و پر کن انبارت رو از روغن، پر کن انبارت رو از برکت خداوند، انبارهای دل و درونت رو پر کن. آماده باش، آماده باش، آماده باش، آماده باش، چون خدا داره ما رو برای جاده برکت آماده میکنه. نترسین از سختی های زندگی، شادی بکنیم از برکت های زندگی، شادی بکنیم از چیزهای خوبی که داریم. به نام عیسی مسیح برکت خداوند بر شما باشد و بماند از حال تا ابد الاباد. آمین. پدر تو را بخشید به جهان، تولد یافتی در قلب ما، بر خود گرفتی جسم انسان، عیسی تو گشتی.